لیسه مریم یکی از مناطق مزدحم شهر کابل است که بازارهای سیار خودسر زیادی در اطراف سرک لیسه مریم توان عبور و مرور موترها و حتی شهروندان را از این ساحه گرفته بود. بلندمنزل‌های غیر معیاری، در نظر نگرفتن پارکینگ در ساختن بلندمنزل‌ها، سوء استفاده تعداد زیادی از دکانداران از پیاده‌رو مقابل دکانشان، موجودیت تخت‌ها، غرفه‌ها و کپه‌های غیر قانونی از نمونه‌های تخطی‌هایی است که در این منطقه وجود داشت. شاروالی کابل بعد از تحلیل نظم شهری و اقتصادی در این منطقه و اعلامیه به تمام دکانداران این ساحه، اقدام به برداشتن تخت‌ها، غرفه‌ها و دیگر موانع در این ساحه نمود که در این عملیات شبانه 1180 تخت و 1200 کراچی سیار برداشته شد. شاروالی کابل برای تنظیم شدن بهتر بازار لیسه مریم از دید نظم شهری به شکل آزمایشی 186 غرفه معیاری را که از طرف شاروالی کابل با موافقه دستفروشان دیزاین شده بود را اجازه فعالیت داد تا بعد از پاس شدن لایحه مرتبط به اخذ فیس از غرفه ها طرحیات شده در تمام شهر کابل عملی گردد. شاروالی کابل برای رفع مشکلات ترافیکی 280 متر از دو طرف سرک لیسه مریم را به رنگ سبز برای پارک موترها، 900 متر را در دو طرف به رنگ زرد برای گرفتن و پیاده کردن مسافر و 620 متر را به رنگ سرخ برای ممنوعیت پارکینگ مشخص ساخته است تا مشکلات ازدحام ترافیکی در این ساحه مرفوع گردد. توزیع جواز برای دستفروشان برای تنظیم بهتر آنها از فعالیت‌های دیگر شاروالی کابل است. مهمترین اطلاعات در جواز فعالیت دستفروش، شهرت، نوع فعالیت، مکان فعالیت و سریال نمبر دستفروش می باشد. تا کنون برای بیش از 200 دستفروش کارت توزیع گردیده و این روند ادامه دارد. شاروالی کابل با همکاری دستفروشان 36 نفر را به عنوان انضباط خودی در بازار تنظیم کرده است. این افراد به شکل همروزه و دوامدار در تنظیم بازار با شاروالی کابل از ابعاد مختلف همکار است. با وجود رونما شدن تغییرات اصلاحی در این منطقه، اما تا کنون بخش زیادی از مشکلات لیسه مریم از دید نظم و حمل و نقل پابرجاست. عمده‌ترین مشکلات صد راه نظم در ساحه لیسه مریم قرار زایل است. تا حال بیش از 300 دکان شناسایی شده است که از پیاده‌رو به عنوان گودام استفاده می‌کند که سبب ازدحام بیش از حد در پیاده‌روها شده است. بی‌توجهی موتروان‌ها بر رنگ‌هایی که از طرف شاروالی کابل در خصوص تنظیم ترافیک برای جلوگیری از پارک موتر استفاده گردیده است. بیش از 65 بلند منزل در دو طرف سرک لیسه مریم وجود دارد که اکثریت مطلق آنها پارکینگ ندارند و درآمد حاصله از فعالیت‌های تجارتی آنها رابطه مستقیم با بی‌نظمی ترافیکی در ساحه لیسه مریم دارد. 105 غرفه در مقابل لیسه مخفی بدخشی در بالای پیاده‌رو واقعیت دارد که مربوط افراد مختلف است و نمایندگی از آنها را معلم ربانی و صوفی همایون بر عهده دارد. 115 کانتینر و غرفه در مارکت جمهوریت به نمایندگی میرزا فعالیت دارند که ساحه یاد شده یک ساحه سبز است و به شکل غیر قانونی در آن فعالیت‌های تجارتی جریان دارد. شاروالی کابل مصمم به تحقق نظم شهری در تمام شهر است و به تخطی کنندگان و متخلفین اخطار جدی می‌دهد تا زمان اعلام شده از طرف شاروالی کابل ساحات غصب شده را آزاد سازند، در غیر آن صورت به پنجه قانون سپرده خواهند شد و شاروالی کابل در خصوص ساحات آزاد شده از غصب تصمیم خواهد گرفت. شهروندان قانونمند مالک شهر زیبا، منظم و باصفا خواهند بود.